دوستان عزیزم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه رضا نظر بگی هستم از کانال یوتیوب پویوت آکادمی در هم خب در ادامه آموزش صرف تا صدا افتر افکت میخوایم بریم سراغ محیط های سه چطور میتونیم یک تصویر دو رو یه جورایی حالت سه بهش بدیم یا اینکه اصلا کلا کارهای سه انجام بدیم همین موارد رو با هم یاد میگیریم کلا سه تا حالت تصویری داریم در آدوبی افتر افکت محیط دو بعدی محیط دوونیم و بعدی و محیط سه بعدی با محیط دو بعدی مون که تا الان کار میکردیم یعنی تصاویر و ویدیوها رو داشتیم که دو بعدی بودن و روشون کار کردیم و با اون موارد آشنا شدیم همه کاری که تا الان انجام دادیم در محیط دو بعدی بود حالا میخوایم بریم سراغ محیط های دو و نیم و سه بعدی ببینیم چه کارهایی میشه باشون با انجام داد خب اجازه بدین بریم چند تصویر رو بیاریم یک عکس رو من میتونم وارد کار کنم اجازه بدین یه عکسی که شرط چه جوری باشه یه رنگ باشه تقریبا قسمت مختلفش مثل این رو انتخاب کنم که اگر یه تکست میخوام الان به وجود بیارم بهتر مشخص بشه من میخوام یه دونه تکست هم اینجا به وجود بیارم اسمش رو هم میذارم پویوت حروف بزرگ بنویسم که شما بهتر ببینید سایزش رو هم میتونم یه مقدار بزرگتر کنم و البته میتونم جابجاش کنم بیارم وسطای صفحه اینجا قرار بدم خب خاطرتون هست که در درسای قبلی همونطور که گفتم در محیط دو بعدی کار میکردیم در بخش افکت ها میتونستیم یک سایه ایجاد کنیم یه حالت یه مقدار بعد بدیم با وجود سایه هم و به کارمون که میشه گفت اولین حالت های ایجاد یک محیط سه البته فیک هستن غیر واقعی هستش مثلا اگر بریم البته باید لایه رو انتخاب کنیم لایه تکست رو میخوام انتخاب کنم بعد اگر برم سراغ افکت هم بیام سراغ گزینه پرسپکتیو و گزینه رادیال شادو رو بزنم یه سایه به صورت مصنوعی به وجود میاد همونطور که دارید میبینید که البته من میتونم این مقادیر رو تغییر بدم سم اپاسیتیش رو میتونستم بیشتر کنم این سایه یه مقدار تیره تر بشه سافتنسش رو هم میتونم بیشتر کنم با این حالتی که میبینید و یه مقدارم اینو بیارم نزدیکتر مشخص میشه دیگه اگر دقت کنید من افیکس رو اگر بزنم یه همچین حالتی داره سایه رو اینجا داریم میبینیم این یه افکت بود که به ما یک محیط سبعدی مانند میداد برای اول کار ولی خب کاری که ما الان میخوایم انجام بدیم فراتر از این موارده میخوایم بریم سراغ گیزمو یک محیط سبعدی رو با هم چک کنیم برای انجام این کار هم اول باید لایم رو انتخاب کنم در تایملاین و بیام جلوتر جلوی لایه یه دونه مکعب اینجا میبینید گزینه 3D لیر. حتما باید این مورد فعال بشه اگر من کلیک کنم جلوی اون لایه 3 برای من فعال میشه این فلشی که اینجا میبینید فلش قرمز و سبز و البته آبی که الان چون پیکانش نوکه پیکانش به سمت ماس مالت گیرد میبینیمش سه تا فلشی هستن که در اصطلاح می‌گیم گیزمو و طول و عرض و ارتفاع رو دارن به ما نشون میدن در درس های مدرسه زمانی که مدرسه می رفتیم می دونید دیگه هر جسمی که حالت سبودی داره طول و عرض و ارتفاع داره هر ستا رو میتونیم با این ستا فلشی که اینجا هستش کنترل کنید پس ما به این شکل میتونیم یک محیط سبودی برای هر کدوم از اجزا و لایه هامون به وجود بیاریم مشخصه بدین من یه سایه رو از بین ببرم فقط با این سه تا فلش کار کنیم اگر هر کدوم از این فلش ها رو من کلیک کنم و درگ کنم در راستای x در راستای y هم تو کنار فلش میبینید به این شکل هر جوری به چرخونمش به سمت بالا و پایین میره وای و z البته عمق کار رو مشخص میکنه یعنی اون بیرون اومدن و فور رفتگی کار رو برای مشخص میکنه بر حسب x y و z یا همون در دوران ریاضی ما میخوندیم x و y و z کار رو برای ما انجام میده یه وقت من،, من زوم اوت کنم البته این رو بهتون بگم این در حالتیه که من بیام و سلکشن تور رو فعال کرده باشم که بتونم در حالت طول و عرض و ارتفاع یعنی در به سمت راست به سمت بالا به سمت راست و چپ به سمت بالا و پایین و به سمت داخل و بیرون کار رو حرکت بدم اینجوری هم میتونم توضیح بدم اما خب به حال میتونیم اگر بریم سراغ روتیشن تول کار رو به صورت چرخشی با همون سه تا دستگیرم انجام بدیم یعنی میتونم به این شکل که میبینید کار رو با هر یک از این دستگیره ها به در راستای x y و z دیگه کاملا دست خودم یعنی هر جا من کلیک کنم و شروع کنم و درگ کردن بسته به حرکت موسم در جهت های مختلف اینو میتونم بچرخونم اجازه بدین حالا که این کار رو چرخوندیم دوباره زوم کنم ببینید اون مورد آبی که به صورت دایره بود نوک پیکانش الان دقیقا دارید میبینید که اونم یک فلشه من حتی تصویر پایین رو الان دارم میچرخونم اجازه بدین این مورد بالایی رو دوباره فعال کنیم من بیام از سلکشن تو استفاده کنم اینو انتخابش کنم یا در بخش لایه اول انتخابش کنم بعد بیام با ابزار روتیشن اینو بچرخونمش دوباره رفتیم پایینی بعد دقیقا روی لایه باشیم که اونو بتونیم بچرخونیم خب پس میتونید از این مورد استفاده کنیم برای اینکه یه بعد به کارمون بدیم یعنی در جهت های x y و z کارمون رو میتونیم به هر شکلی یا بچرخونیم یا کوچیک و بزرگش کنیم و جاشو تغییر بدیم حالا اجازه بدید من برم یه نور و سایه هم ایجاد کنم در بخش لایر گزینه نور رو انتخاب کنم بریم سراغ لایت روی لایت کلیک میکنم گزینه که از شادو اگه فعال نیست اینجوری فعال نبود حتما فعالش کنید روی دکمه اوکی کلیک میکنم که یک نور و سایه برای من شکل بگیره چرا سایه فقط نور و سایه در از روی تکس هم شکل گرفته جای دیگه نیست دلیلش اینه که من اون تصویر بک‌گراندی هم که دارم این حالت گیاهی هم که این پشتش دارم باید اون تصویر رو هم 3D کنم بنابراین لایش رو پیدا می کنم و گزینه 3D رو براش اینجا فعال می کنم می بینید، الان نور منبع نورم روی تصویر به طور کامل فعال شده یعنی هم روی تکس هم اینو دارم هم روی اون بکراندی که وجود داشت اون گیاهی که این پشتش هستش حالا من میتونم در راستای X, Y و Z این منبع نورم رو به این شکلی که میبینید جابجا به جا کنم بهش عمق بدم به همه کاری میتونم بکنم البته از سلکشن تول اگر استفاده کنیم بهتره میتونیم در جایگاهی مختلف این رو با دقت بیشتری قرار بدیم میبینید نور و سایه داره بر من شکل میگیره ولی اگر بخوام یک عمق به کارم بدم یک سایه به این تکسم بدم در اصل میتونم یه حالتی رو به وجود بیارم که اگر نور تابید سایش بیفته روی لایه زیری برای اینکه ای همچین اتفاقی بیفته باید اون لایه تکست هم رو چون میخوام این تکست براش سایه به وجود بیاد لایه تکست رو انتخاب کنم در بخش لایه هام این فلش کنایش رو بزنم باز بشه گزینه متریال آپشن رو هم ببینید این رو هم باز میکنم یه قسمت داره به اسم کست شادو که روی حالت آف قرار داره من اگر روش کلیک کنم این آف رو بردارم تبدیلش کنم به آن همونطور که میبینید آن شد Uh, سایه این بیرون برای من به وجود میاد اون سایه رو الان دارین این قسمت میبینید یعنی تکست هم با وجود منبع نور سایش میفته روی لایه پایین تر از خودش حالا اجازه بدین برم یک دوربین هم ایجاد کنم بریم سراغ گزینه لایر نیو و کمرا رو بیارم دکمه اوکی رو هم میزنم تنظیمات رو تغییر نمیدم یه دوربین هم برای من به وجود بیاد همونطور که میبینید در بخش لایه هم رو دارم اگر برم سراغ گزینه یونیفاید کامرا تول روش کلیک کنم و کار رو به چرخونم شما عمر رو الان بهتر میبینید میبینید یه همچین عمقی به وجود اومده یه حالت نیم بعدی در اصل شکل گرفته یک آبجکت سه بعدی کامل نیست ولی به هر حال بعد داره یعنی اینکه ما اینجا تکستمون رو میبینیم سایش هم افتاده روی بکراند هم نور رو میتونیم کنترل کنیم هم حرکت و چرخش دوربین رو اگر بعدا بیام نور رو جابجا کنیم باز هم میتونیم تغییرات به وجود بیاریم جایگاه نور رو مشخص کنم ببینید من نورم رو اگر جابجا جا کنم تکست رو میبینم از همین کار میتونیم استفاده کنیم برای ایجاد یک موشن زیبا که روی تکستمون مثلا یه همچین حالتی بیفته با دو تا کی فریم میتونیم چنین کاری رو انجام بدیم که در آینده در ارتباط با این مسائل بیشتر صحبت خواهم کرد زمانی که وارد پروژه بشم حتما پروژه زیادی رو با حالت حالات مختلف کار میکنم به خصوص این افکت ها خیلی فوق برای لوگو موشن ایجاد کردن خب تا اینجا محیط دو نیم بعدی رو یه جوری یاد گرفتیم ببینید بالای همین محیط کامپوزیشنمون الان وقتی لایه مون حالت 3 دارن یه گزینه رندر وجود داره این بالا که در روبروی اون گزینه کلاسیک 3 رو میبینید اگر من بیام روی این مورد کلیک کنم اتفاقی که برای من میفته محیط کامپوزیشن سeting برای من به نمایش در میاد و من میتونم رندرر حال حاضر رو که روی حالت 3D خود افتر افکت هستش رو تغییر بدم در بخش رندرر اگر کلیک کنم یه گزینه کلاسیک 3D داریم که با همین آپشن هایی که الان در اختیار داشتیم میتونیم یک سری کارها انجام بدیم مثلا در قسمت Material آپشن در این پایین میبینید یک سری گزینه ها هست میتونیم ازشون استفاده کنیم برای اینکه عمق بدیم به تصویرمون همونطور که الان دیدید ولی یه گزینه هم داریم به اسم سینما فوردی که میتونیم از رندرر سینما فوردی با اینکه نصبش نکردیم سینما فوردی رو روی کامپیوترمون ولی از رندررش استفاده کنیم برای اینکه بتونیم یک محیط سبعدی مانند به وجود بیاریم سری آپشن ها در اختیار داشته باشیم که یک کارهای سبعدی رو مستقیما در داخل آدوبی افتر افکت با رندرر سینما فوردی انجام بدیم با نرم افزار فوردی در آینده آشنا خواهید شد مطمئنا یه دوره آموزشی برای سینمافوردی فوردی میذارم ولی حتما قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم خب بعد افتر افکتور پایان برسونیم سینمافوردی رو من بعدا میرم سراغش ولی گزینه رندر سینمافوردی رو بزنیم فعال کنیم دکمه اوکی رو هم بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی که این کار رو انجام میدم یه گزینه اینجا اضافه میشه به اسم جیومتری آپشنز دوستان عزیزم که اگه بازش کنم دیگه تمام مواردی که قبل این مورد جیومتری که قبلا نبود حالا چند تا گزینه هم داره این گزینه هایی که اینجا هستن میتونم ازشون استفاده کنم برای مثال ببینید این سه تا موردی که اینجا هستن رو مربوط باید زوم اوت کنم روی خود این کار ببینید مثلا اگر بیام گزینه اکستروژن دپس رو بیشترش کنم یه عمق به تکست هم میتونم بدم ببینید جدا از اینکه سایه داره یه عمق هم شکل گرفت به این حالتی که دارید میبینید این خاصیت رندر سینما فوردیه پس اگر خواستید میتونید حالت سینما فوردی رو انتخاب کنید اگر نخواستین از های این بخش استفاده کنید میتونید برگردید دوباره روی همون حالت کلاسیک 3D میبینید اون رو ازش گرفته خاطر اینکه که دیگه اون مواردی که اینجا بودن نیست و حذفش کردیم اگر کنسل رو بزنن دوباره جیومتری رو برمیگردونم پس اگر خواستین رو داشته باشین به روی رندر سینما فوردی حالا یه چیزی رو من بهتون بگم تا قبل اینکه یادم نرفته اگر این مقادی رو تغییر دادید و دیدین حالات رندرینگ براتون خیلی سخت و دیر داره شکل میگیره و به دلیل ممکن ضعیفتر بودن منابع کامپیوتر یا کند شدن ویندوز یا حالا هر دلیل دیگه ای زمان ببره این تغییرات و ثبت تغییرات براتون برای اینکه سیستم رندرینگ رو افزایش بدین باید بیاین سراغ این, این گزینه که اینجا هستش به اسم فست پریویو اگر نمی‌بینیدش اینجا یه کلیک کنید دکمه تیلدا رو بزنید در ارتباط با دکمه تیلدا هم باهاتون صحبت کردم قبلا مطمئنا دیگه به نمایش در میاد این قسمت فست پریویو که اینجا هستش دوباره تیلدا رو میزنم خارج بشه خب فست پریویو رو که بزنم چندین گزینه داره در حالت معمول روی اداپتیو هستیم، اگر من بذارمش روی حالت آف بالاترین حالت کیفیت تصویر رو که در نهایت رو وقتی رندر میگیریم خروجی ویدیویی میگیریم شکل میگیره رو بهمون میده خب اینجا دیگه خیلی کارمون کند میشه زمانی که پریویو رو میبینیم و اگر مثلا بذارم روی حالت فست درافت کیفیت کار رو برای من دقات پریویو پایین میاره ولی خب سرعت کارم بیشتر میشه زمان کمتری نیاز داریم برای رندرینگ پس این رو هم خودتون میتونید تغییر, تغییر بدید اگر دیدید کند کار میکنه سیستمتون بذارین روی فست درافت ولی این رو بهتون بگم هیچ مشکلی وجود نداره در فایل خروجی که میگیرین هیچ تاثیر منفی نمیذارین کیفیت تصویرتون رو پایین نمیره فقط پریویو کارتون این چیزی که الان اینجا میبینید کیفیتش میاد پایینتر که شما بتونید سریعتر کاراتون رو جلو ببرید این مورد رو هم باید بهتون میگفتم که یادم نره خب با حالت های سبودی آشنا شدیم این استارت کار کردن و بخش سبودی اون بود بعدا میخوام براتون آبجکت های سبودی به وجود بیارم مثلا کره سبودی به وجود بیاریم حالت های سبودی به وجود بیاریم مثلا ببینیم چه کاربرد بیشتری خواهد داشت در ویدیو بعدی حتما میریم سراغشون و گزینه مختلف رو با هم چک میکنیم دوستان عزیزم ازتون درخواست میکنم حتما این موارد رو تمرین کنید لطفا تمرین کنید در که داریم میریم جلوتر این موقع ممکنه پیچیدگی کارها بیشتر بشه نحوه نوردهی و کمرا و اینا رو که در این درس بهتون گفتم رو چک کنید روی تکستتون هم حالت معمول 3D خود After Effects رو چک کنید هم حالت رندرینگ سینما فوردی رو چک کنید همه این گزینه ها رو که بهتون آموزش دادم لطفا تمرین کنید دوستان عزیزم که در ذهنتون باقی بمونه و البته مثل همیشه ازتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنین اگه تو کانال سابسکرایب نکنین سابسکرایب کنین و لطفا برام کامنت بذارید دوستان عیزم منتظر کامنتاتونم هم هستم همراه شما هم خواهم بود متشکرم موفق باشید